Güzelim, sormasın lanım diyor ha.
içim dur, yavaş bak vur, ver yar bu pe kafir bin. İçim dur, yavaş bak la da fakir Kasura. Bayram giyen. Bir daha et kerde ha. این همه آهنگ ترکی بهت یاد دادم همش کردی میخونی. یه دونه هم آهنگ ترکی بخون واسه دل ما. یه جور نشستی ترسیدم والا. گفتم چی میخوای بگی؟ چی بخونم؟ Geceler fikrinden yatabilmirəm. Geceler fikrinden yatabilmirəm. Bu fikri başımla atabilmirəm. Neyim ki sana çatabilmirem. میخوای کار کنی؟ بذار فردا صبح کار کن. بعد عروسی تمومش کنم. وقت ندارم. معلوم شد چی میری سردشت؟ والله چی بگم؟ نه. هیچ تلفن میکنم جواب نمیدن که. شاید شرایطش مناسب نیست. شرایط که از رابطمونم خبری نیست. هیچ کس از کار باکری سردر نمیاره. فقط خودش سر در میاره. نگران نباش. یه وقتش میاد سراغت. کی؟ من باید زود برم. آخر همین هفته عروسی داداشمه گفتم که خانواده دستن ها. میخوای بری برو. عذرت موجهه. کجا برم؟ بی خبر؟ باکری تو این مدت خیلی هوامه داشته. مدیونشم. عروسی خودت که نیست چه؟ رحمتی من دادم دیردی توی فقط آدمون özünün. من فقط دادمشو فهمیدم یعنی چی؟ یعنی بابام بقیهشو نمیدونم یعنی چی؟ خدا بیامرز پدرم میگفت عروسی واسه خود آدم خوبه. خدا بیامرزدش. والله اگه عروسی خودم بودن خوشحال بودم. به خدا. میخوای کمک کنم؟ نه دستت درد نکنه. میخوام خودم تنهایی بدوزمش. لباس مامانمه. تو اگه میخوای کمک کنی برو دوتا چایی بریز بیار. آشی کارداش. دست خوش. Allah'a emanet.
سلام. 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 چرا جواب تلفن من نمیدی؟ ساواک برای تلفن‌ها شونت گذاشته، نمیتونه تلفنی حرف بزنه. منو فرستاد انشالله راهیت کنم بری. این کاغذ رو برسون دست یه آقایی به اسم محمد بانه‌ای. محمد بانه‌ای؟ محمد کجا ببینمش؟ فردا صبح راه بیفت برو سمت سردش، نرسیده به دوراهی سردش بانه یه قهوه خونه هست، طرفای ظهر منتظرت اونجا. چطور بشناسمش؟ یه مجله تاج دستشه، یه عینک تایسکانی هم روی چشاشه. ببینیش میشه. یه لطف دیگه هم بکن، از این کاغذی نسخه دیگه بنویس برسون دست آقای ربانی املشی تو شهرتون، اونجا کمکش کن، کنارش باش، اگر کاری چیزی هم داشت براش انجام بده بی زحمت. خدا خیرت بده. حتما بجز. اینم خدمت شما. چی این؟ دستمزد کارتون تو کارگاه. دست شما درد نکنه. سلام باشین. خیلی ممنون. فقط این خیلی زیادتر از دستمزدمه. آقا مهدی باکری گفت باقیش کادوی عروسی برادرتون. مبارک انشالله. خیلی ممنون. سپس شرمندم کردید. به آقا مهدی بفرمایید که جبران بکنم. به بایران بگو فردا شب برات یه مهمون جدید میاد. چشم. خدا خیرت بده. خدا به امرت. خوش.
بریشن آقا بیا پایین، آقا بیا پایین کمک بریشین آقا، بریشین آقا، دست تزنین آقا، آقا کمک بریشین، در ماشین باز کن، در ماشین باز کن، بیا آقا، بیا همین است. یه حد من اینجا با کسی قرار داشته بلش بیمارستان شاید زنده بمونه حرف بزنه. میمونی؟ من میمونم ببینم طرفش کیه. تا کجا میخوای بفهمی طرفش کیه؟ نمیدونم، حالا برو. آقا جلو قهوه خونه وایسا. چی شد؟ میشناختیش؟ اسمش محمد بانی، گفتین برا زیاد میمونه. واسطه جمع کن. اگه مورد مشکوکی دیدی بهم خبر بده. برو. کجا بودی بابا؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ کی دیر کرده؟ با منی؟ آره دیگه، گفتن منم همراهت بیام. همراه من کجا بیای؟ کی گفته شما کیت؟ گفته بودن خیلی معتادی. ایوالا آقا بخش یه چایی املتی. یه چایی کافیه، سپس. با این که ندیدمت ولی خیلی تعریف جور بزدو شنیده. خیلیم فکر کنم سپس. فکر کنم منو با کسی دیگه اشتباه گرفتی. من محمد بنیم. والا نمیشناسم. البته خجالتم ولی لهجت اصلا به بنیا نمیخوره. حالا او داستان داره. اسمت چیه؟ اسم من سورانه و کسی هم قرار ندارم اونو. چاییمو بخورم رفتم. گفتم اشتباه گرفتم. کاربرت چیه؟ من با بابام چطور؟ چی کار داری؟ من میرم سمت مهاباد سردشت. گفتم بخوای برسونم. تو کجا میری؟ من میرم سردشت، خودم میرم، مزاحم نمیشم. بر تو راحت. وحشا، اشتباه گرفتم. بجزه. Thank you.
اسمش سوران. به سردشت بیسیم بزن تحت نظر بگیرمش. مبارک باش. سلامت باشی. قیمتی چقدر شد؟ 320 تومن. 320. قابل شما نداره. سلامت باشی. بی زحمت قیمت اینم میدید. سرچاپ. این؟ آره. فقط حدودشو بود. من چهارصد پنجاه تومن. البته باید واس کنم. سپس. الان نمیخوام. سلامت باشی. مهمان ما باشی. سلامت باشی. دب شما درد نکنه. نجیزه. خوش آمدید. خداحافظ. سلام قدسه. سلام چطوری؟ چه بزرگ شده باشم. سلام فاروقیان. سلام. چه خبر سوران؟ سلامتی؟ خبرت رسیدم بخیر. قربانت سلامت باشی. مبارک باشه انشالله دعمدی خوده. زر سپس. کجا بودی؟ خبری ازت نبود. رضایه بودم. رضایه؟ بله. چه کار میکردی؟ کار. کار این همه را بلند شدی رفتی رضایه دنبال کار؟ بله دیگه. اتفاقا من تازه دکانو کرایه دادم به رفیقت زاهر. فقط یه مشکلی هست. مشکل چیه؟ خودت که بهتر از من میشناسیش. خیلی تنبه کار نمیده. نگرانم دخل و خرج از دستش در بره. چی کاری از دست من برمیاد؟ تو که با ظاهر رفیق با همم راحتی فنی هم هستی ماشاءالله. سلامت باش. بیا برو ور دستش وایسا موتورسازی را انداخته. اونجا با هم کار کنین، هم به نفع خودتونه هم به نفع من. خیالم هم راحت. والله من که تازه رسیدم. البته خودم هم دنبال اینم که کاری را بندازم. چشم، من باهاش صحبت میکنم. اگه بردست نیاز داشت که چی بهتر. آقا خیلی هم علی. شش بار میسه. قربانه. اینم خدمت فرمو کشمشیم. قربانه. سلامت. سلامت باشی. عروسی میبینم ات. قربانه. انشالله دعمدی خودت. Thank you.
دکتر. سلام، احوال شما؟ مرتضی رولا جان کاش میرفتی ببینی اسماعیل کجا مونده، چرا دیر کرد؟ گفت میرم ریسا رو بگیرم فردا وصلشون کنم. که سر شب بود، خیلی گذشته الان. شهر رفته به جیوارم نشون بده ریسا رو. ای حرف علکی نزن. بچم بی سر زبونش، هم هی براش بگیریم. براش زن که گرفتید سر زبونش هم واه میشه. آی یه خودتو جمع کن، تو هنوز زن نگرفته اینقدر زبون داری؟ پاشو برو پایین، تنگ ترشی رو برده بیار. خوبه دیگه، مرتضی کارگر خونه، مرتضی اینجا، مرتضی اونجا، مرتضی داره همه کار میکنه. مرتضی بله، یه کمک کن. آقای ریسه به دوش، دیر کردی. مال مفتش بودم، دیدم اینجاست. بابا گل سیبیلاتو خود برات زنگ زد، وگرنه واقعا وقتش نبود. درست، قدت بلنده، خون به مغزت نمیرسه. چطوری شدمت؟ به سلام. خدا شاهده الان داشتم به جیوار میگفتم سوران هر جور شده خودشو میرسونه به عروس. تو که رفته بودی ریسه ها رو بگیری، کجا جیوار رو دیدی؟ به خدا نمیومدی عروسی رو مینداختم. آره جون خودت، تو که رفته همه کاراتو کردی، ریسه ها رو گرفتی. آبا میدونستم میای. آره ببین زن نگرفتی، ببین چی از آویزون کردن. در بیار، در بیار. یکی با ما بکن. آروم آروم. ماشاءالله سیبیلارم. آره سیبیلا هم مراقب باش. آره سیبیلا، سیبیلا. خاک پاتم پیر مرد، نور چشمی جوان. خوبی؟ درد نداری؟ چشو چهرت خوب کار میکنه؟ از تو بهترم جوان روغن نباتی. رضایه چی کار میکردی؟ کار؟ چه کاری؟ هر کاری. جواب من درست بده پسر جان. گفتم چه کاری؟ بنایی، نقاشی، خیاطی. تو که اینا رو بلدی؟ میماندی اینجا و اینجا کار میکردی؟ اونجا پولش بهتره. یعنی میخوای برگردی؟ نه والله. واسه چی؟ واسه اینکه اینجا عشقش بیشتره. میگم تو این شلوغی هم بودی؟ شلوغی چیه؟ همین تظاهرات و این کارا. تو نگران من نباش. نگران نیستم، خواستم ببینم اگر خبری چیزی شد به منم بگو. باشه. حالا بریم آبگوشته بخوریم. آبگوشته بخوریم. دست نبگیر. بلند شو. یه سوزنی بذارم؟ نه نه. درید؟ یه درید کن. بریم. داداش میدونی که اسماعیل همیشه پیش جیواره، سر کار نمیره اصلا. نزیاد نکن بچه ما. و عذیتش نکن اینجا همه اسماعیل. اول اسماعیل قضا که تمام شد باید زد بشید. قشو بگیر، قشو بگیر، قشو بگیر. تمرین کن، تمرین کن، یاد بگیر برای بعد. برو، برو. سیب زمینی بذارم؟ من بودم هم دیگه میری، خواستا سوال نمی کرد. قشو بگیر، قشو بگیر، سیزم بزرم دیدی ازت سوال کردم؟ هنوز نریخ دیگه. گفت این تره پرچه رو اینجا دنبالش دیگه. برو.
فقط برو تای بازار بزرگ. بازار بزرگ؟ آره، اونجا پیدا میکنی. پرچهشو خریدم، اینو خودم وسط. راست میگی، خودت دوختی. بس خوش رو. قشنگه؟ خیلی قشنگ. این نقل رضاییه. بغلبا. بغلبا. شیرین کم باشه. اینو کاکیسا، اینو خودم وسط ندوختم، خریدم. مبارک. دستت خوش رو. قشنگه؟ شرمنده مون کردی. خیلی قشنگه، مبارکت باشه. اینم که کادوی شما به عروس خانم گرامی. ای دست. قشنگه. قشنگه. خیلی قشنگه. نگاه کن. نگاه. قشنگ. پسندی. از اون نگاه کن. خیلی زحمت کشید. بذار اسماعیل هم ببینه. مبارکت باشه اسماعیل. مبارک باشه. خیلی قشنگه. مبارکت باشه. لیاقت نداری ولی مبارک باشه. انشالله عروسی تو میگم هفت شب ساز و دهل بزنه. اتفاقا یه گردن بند اونجا داشت هستن. دیگه ولی خرجی نکن. وا ویلا. پس من چی آخه؟ تو چرا؟ این نقله برو چای بریز بیارم. این نقله رو با هم تصور بخور. من بچه این خانواده نیستم. دستانو فهمیده؟ بچه ما اذیت نکنی. برو قدر بیار نقله بزن توش. اصلا من پیان زیاد دارم. این مال تو. رد کن بیاد. واسهش خواستگار اومده بود. ترسیدم از دستم بپره. اگه نه خودم هم میدونم نباید قبل تو دعوت میشدم. چرا هیچی نمیگی؟ چی بگم من؟ خدا نمیخواستم ناراحتت کنم. نه، بحث ناراحتی من نیست. بحث آبروی خانواده است. واسهش خواستگار اومده بود. خواستگار بیاد خوب. من در همسایه چی میگن؟ میگن حتما پسر بزرگشون مشکلی چیزی داره، پسر کوچیک زن گرفته. اصلا پدر مادر خوب نیست. اگر نه بگیر، اصلا دوتا زن بگیر. خدا نمیخواستم ناراحت. من ناراحت نیستم بابا جان. من پس پدر مادر میگم. بیشتر ناراحتیم از اینه که تو خیلی خری. ترسیدم بابا، یکی طلبه. حقی کی به این چیزا فکر میکنه؟ تو فکر میکنی بدبخت. هیچ رسمی بالاتر از عاشقی نیست اسماعیل. والا مبارکت باشه انشالله. من برم. کجا میری؟ برم زود برمیگردم، کار دارم. تو بخواب بدبخت، تو آخرین شب آرامشته. تو بخواب.
آقا سلام. خوبی؟ خدرت سلامت باش. ایر ابانی خیلی وقت خرمه. پس با این حساب دو نسخه آوردیم. اره دیگه نسخه محمد بنی بنده خدا اونم هستش. آقا من میگم دنبال یه راهی باشیم سری نسخه بنی رو برسونیم بهشون تو بنی. مشکل نیست آقا من میبرم. شما خودت کار انجام بده. بله حتما. با توجه به مشکلی که برای محمد بنی پیش اومده باید با احتیاط بیشتری عمل کنیم. از طرف این اعلامیه هم که آقا سوران زحمت کشیدن از جانب آقا مهدی باکری آوردن باید به تعداد زیاد چاپ بشه و بین مردم توزیع بشه. 15 خرداد هم نزدیکه. اعتصاب در این روز به فرموده آقا مهمه. من از تک تک شما عزیزان تقاضا دارم با احتیاط کامل این اعلامیه رو در سطح شهر پخش کنید. روز اعتصابم خودتون اصلا و ابدا درگیر نکنید. تا بهونه‌ای به دست رژیم بیفته که خدای نکرده به جان مال مردم تعرض کنه. ولی آقای ربانی تجربه نشون داده اینا به هر بهونه‌ای دنبال اینا کارو به تشنج و درگیری بکشونه. برادر من ما مکلف و انجام تکلیف خودمونیم. آره والله. و موظفیم جلو هر گونه درگیری و تنشو بگیریم. بفهمت چاییتون رو ارکن. رفقا این شور انقلابی که سراسر ایران امروز رو فرا گرفته موج بدون پشتوانه که به زودی فرو می‌ریزه. سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان ایران تنها سازمانیه که سالها با فعالیت مخفی و ایجاد تشکل‌های دهقانی و کارگری و نفوذ در اکثر مراکز صنعتی و دانشگاهی ایران میتونه این انقلاب رو رهبری و اهداف خود رو پیاده کنه. سازمان کومله چه در ایدئولوژی، چه در منش و چه در روش مبارزه هیچ نسبتی با این انقلابی که به راه افتاده رو نداره و مارکسیسم رو به روش ماوی بزرگ پیاده خواهد کرد. بجی کومله کردستان، بجی کومله کردستان، بجی کومله زحمتکش، بجی کومله زحمتکش، بجی کومله زحمتکش، بجی کومله زحمتکش. پس مبارزه مسالمت آمیز با رژیم شاه در دستور کار ما نیست. برای رسیدن به اهداف کومله اول باید زور بازومون رو تقویت کنیم. زور بازو هم جز با تیر و تفنگ تقویت نمیشه. رفیق قادر با همت شما و بنا به تصمیم سازمان قراره به ژاندارمری حمله کنیم. به کلیه سلاح و تجهیزات و اذان خود کنیم. حتی یک دونه فشنگ هم نباید جا بمونه. همه تون حکم تیر دارید. ژاندرم و ارتشی و ساواکی هم نداریم. هر کجا احساس کردید کسی طرفدار رژیمه یا همراه رژیمه خودتون خلاصش کنید. دستورش از من اجراش با شما. حرف رفیق قادر حرف منه. برای حمله به ژاندرمری بی چون چرا ازش اطاعت کنید. بجی کومله زحمت کش، بجی کومله زحمت کش، بجی کومله زحمت کش، بجی کومله زحمت کش، بجی کومله کردستان، بجی کومله کردستان، بجی کومله کردستان، بجی کومله کردستان. اینا از زندانی کردن و کشتن ترسی ندارن. اعتصاب مسالمت‌آمیزم تو این اوضاع احوال دردی از ما دوا نمی‌کنه. چیکار کنیم کره؟ من بشیم مثل اونا؟ بعد زدن کشتر کار درست میشه؟ آره والا درست میشه. باید مثل کومله ترس به جونشون بندازیم. نه مثل این آقای خمینی که دعوت به اعتصاب میکنه. آقا اعتصاب با درگیری شهر فرق داره.
اعتصاب یعنی ما چقوب و استخونمون رسیده. حرف داریم، حرفمونو بشنوید. کشتر، خون ریزی. یعنی چی؟ یعنی ما حرفی نداریم. ما سر دشمنی داریم با شما همین. عافیت طلبی بهت نمیاد کسورم. عافیت طلبی کجا؟ اگه آزادی میخوای باید واسش بجنگی. باید خون ریخته بشه. من اصلا راستیتش کاری به این کارا ندارم. دنبال یه لقمه نون حلالم ببرم سر سفره خونه بعدم. حرفم اینه منم مخالفم. مخالفم ولی راضی نیستم خون از دماغ کسی بیاد. نراشی نیست. باشه. هم رنگ لباس خودت بود. کدام؟ همین این. نه، این رنگی بود. قدرش تو داری؟ مهندس. سلام، کازر روغنی. چطوری کا اسماعیل؟ سلام. سلام، خسته نباشی. سلام، مبارک باشی. سلام، سلام. آقای دستی. مرتضی کیه؟ اسماعیل و جیوار و شیلان خانم. با هم اومدن؟ آره با همه. سلام هم به پیشت دخت ما هم باز شد. اما تو ارقد ایم و ایراد میگیریش که حاضر نیست هم انشالله ارقد نوبت تشتوران بعد نوبت شما از حالا به ما که رسید نوبتی شد. سوران کجاست؟ سوران داخل. سوران؟ سلام. سلام کاک سوران. سلام، سلام، احوال شما. خوب هستین؟ سلامت سلام مرتضا. این ورا گفتیم بیایم یه سرگوشی آب بدیم ببینیم خوب کار میکنین یا نه. من خوب کار میکنم. رسیدم به خیلی کک سوران. قربان شما، سلامت باشین. جویای احوالتون بودم از ظاهر. زنده باشین. مادرم خیلی خوشحاله که ظاهر دیگه دستن هنیست. خواهش میکنم. ظاهرگیان معرفت کرد من را داد اینجا. مشغول شدم. ایشالله یه روزی دو تایی با ظاهر مغازه پدر خدا بیامرزمون رو دوباره سرپا کنم. بریم دیگه میگم دیر میشه. روحیاتو هماره. کار داریم. ظاهر تو هم شب زود بیا. خواهش. اگه مادرم اجازه میداد اون سلمونی مخروبه رو بکنم موتورسازی، دیگه لازم نبود واسه مردم کار کنم، زیر دین کسی باشم. فاروقم هر روز بیاد اینجا دنبال کرایه. سوران، ماشاءالله شاد اومد. بابا یکی هم بیاد کمک من، تنها که نمیتونم ریسه ها رو ببندم. خدا منم میام مرتضی بیام. ماشاءالله ازار، ماشاءالله عروس. چشم بد بدور. سفاسته گیان گیانکم. ماشاءالله دستت خوش. دست شما درد نکنه. اسماعیل گیانم. عروس که اینقدر کار نمی کنه. بذار کار کنه بابا، بذار کار کنه. راوچه خونه مادر شوهر رو یاد بگیره. رولکه. یه خودت برو زن بگیر، اون یاد راوچه یاد بگیر. اگه عموم میدادی والا ما هم بلدیم زن بگیر. عرق کن. برو فکر کارت بابا. تکسوران. گفتن شیلن ازت خوشش میاد؟ اه چی بگم والا، شما زنا بیشتر از این چیزا سر در میاری. من فکر کردم اومده داداشش رو ببینه. اومده بود تو رو ببینه. نه بابا، مگه من دیدن دارم؟ به خیالت نمیدونم دوستش داری؟ من دوستش دارم؟ خب دختر نجیبیه بابا. خوشگلم هست. خوشگله؟ حالا میره یه چنبری سربستی سراغش از من گرفته. بابا شما زنها که فرصت کردیم ببریم بدوزیم، به ما هم بگید ما هم در جریان باشیم. همه سیر سنگ داداشم اصرار داری تان زودتر عروسی کنیم. آقا پسر یا اینجا کره. پاپو سلیمانی، پاپو سلیمانی، مال عمره مانی، مال عمره. بیا 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 به من بیا.
بنده قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که شیوه مبارزه ما با دیگرون تفاوت‌های اساسی داره. صدای چی بود؟ صدا این نور تازه خریدیم. سوا خیلی از آدم آتی گرفته. از خونه نرو بیرون. شیلان دیده ماشین سوارش کرده برده سش. یه بلایی سرت میارم که به کرده اون کردت اعتراف کنی. نگفتم خسر رو داغ کن؟ باید تو هر کاری فضولی کنی؟ چه آوارگی ها که شد بر من آوار، خدا حافظی ها به امید دیدار، خوشا نامت عشق دمی غم نبینی که بر دل نشاندی غم دل نشینی، به خاطر بیاور که جز خاطراتت ندارم پناهی، سوالم تو بودی جوابم تو بودی سر هر درایی. تنم را به هر زخمی آراست، نگاه تو اما مرا زنده میخواست، نترسیدم از عشق از این شور و این شر، نترسیدم از من زندگی جرایی دلم گفت آری، پشیمانیم نیست از این بیقراری، بخواهی نخواهی تو را دوست دارم، بگویی نگویی مرا دوست داری. زمان تنم را به هر زخمی آراست، نگاه تو اما مرا زنده میخواست، نترسیدم از عشق از این شور و این شر، نترسیدم از من دم زندگی یار.